بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آن سوی شب نبرد اتک. این برنامه از طریق شبکه‌های جهانی طلوع و لمر تقدیم شما میشه. در برنامه امروز آقای حسین بخش سفری از قهرمانان فری فایت افغانستان اینجا با ما هستند و آقای محمد موسی زمانی و همچنین ذکریا زمانی از اساتید و بوکسرهای ورزش مجتنی هم با ما خواهند بود. صحبت خواهیم کرد در رابطه با فعالیت‌هایشان و در ادامه هم تکنیک‌های رشته‌های رزمی تقدیم شما خواهد شد در قسمت پایانی برنامه. با ما همچنان باشید بعد از دیدن تصاویر جذاب از حسین بخش سفری عزیزی که در قسمت بعدی با ما خواهد بود. خوش آمدید. شما بیننده آن سوی شب نبرد اتک هستید. این برنامه از طرف انرژی اتک تقدیم شما میشه. ان شاء الله تا پایان با ما همراه باشید. حسین بخش سفری اینجا با ما هست، از قهرمانان فری فایت و جوجیتسوی افغانستان که همین چندی پیش در مسابقات حرفه‌ای جوجیتسو در امارات متحده عربی موفق شد که مقام قهرمانی مسابقات را کسب کنه. آقای سفری سلام، بسیار خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. ما هم به نوبه خود سلام احترام عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام بیننده عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم که خوش و خندان باشم. شما سلامت باشید. با این سوال صحبت را آغاز کنم، چی شد که علاقمند شدی به مبارزات رزمی؟ دقیقا سوال بسیار عالی. من دیگر اشتاره که تمرین میکردم و در لابلایی که میبینم واقعا مسابقات مبارزات آزاد از یک دیدگاه و از یک امو تکنیک های عالی برخوردار هستن، به او خاطر من بسیار شوق علاقه زیاد بایی پیدا کردم و خواستم که به حساب من هم یکی از فریفایتران خوب باشم. دیگه ما دیدم یعنی توانایی خود امو کارکردهای خود ما پیدا کردم در رشته مبارزات آزاد که من میتونم یک کارکرد خوبی داشته باشم. چند سال هستید؟ ما فعلا 23 دیگه چیزی کم 24 میشه. و از چند سالگی مبارزات رسمی رو آغاز کردید؟ مشخصا با جوجیتسو آغاز کردید؟ نه خیر، نه، ما تمرینات خود با رشته تپ ما آغاز کردم. تپ ما، بعد کانفو، جوجیتسو، پهلوانی و مبارزات آزاد. چند سال شد؟ مکمل من رشته های مختلف مدت 10 سال چیزی کم 11 سال بسیار میشتم بیمید. البته من یک آگاهی بهتر میتونم برای دوست ها که رشته جوجیتسو سبک های مختلف داره. البته 5 سبک مختلف داره. این سبک های مختلف کارکردهای مختلف داره، تکنیک های مختلف داره، قوانین مختلف دارن. دیگه خوشبختانه که من توانستم امبار در العین متحده عربی که مسابقات پروفشنال جوجیتسو بود که اولین بار از افغانستان ما شرکت بکنم و در وزن 67 کیلوگرم با یک استراحت و شکست دادن حریف روسی و حریف اردنی خود مقام اول کسب بکنم و برای اولین بار. و سبک های متفاوت دیگه هم دارن. اینا سبک های نوازا هستن، سبک های فول کانتک هستن، سبک های دیو هستن و کلوز کانتک هستن. اینا سبک های مختلف دارن که من شکر الحمدلله به سیرشت اینا دسته خوب تر دارم. حتما خبر دارید سال 2017 در مسابقاتی که در آسیا برگزار شد در کشور ترکمنستان حسین بخش سفری عزیز به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا از اون مسابقات کسب کرد. یکی از دوست داشتنی ترین ورزشکاران حال حاضر افغانستان هست. صحبت کنید در رابطه با شب نبرد. فکر میکنم در فصل ششم که شاید آخرین ایونت شب نبرد در سال 2018 باشه اشتراک خواهید کرد. چیزایی که مشاهده فکر میکنم سر کمربند قهرمانی این بار شما مبارزه خواهید کرد. هرچند هنوز قطعی نشده. بله قطعی هنوز نشده، ولی همو اعلانی که تا فعلا به میان خود ما شده. خب من مسابقات بالای کمربند دارم با یکی از هموطنان عزیز خود سر کمربند فایت میکنم و امیدوار هستم که بتونم باز هم امو استعداد و توانایی خود نشان بدم به دوستان. البته یک چیزی که من پیش از پیش به بیننده های عزیز میخوایم بیان بکنم این است که لطفاً لطفاً خواهشن مبارزات سمتی و قومی نسازن. فقط دو مبارز با هم می جنگن یا دو استعداد فقط با هم مبارزه میکنن. یکی ببینن کدام استعداد بارستر خوبتر از خود به نمایش میگذاره. خب داخل مسابقات نمی بینیم. البته متاسفانه در صفحات مجازی ما می بینیم که یک قوم نسبت به یک قوم متاسفانه این کار نباید سرزمین افغانستان. بله. تمامی ورزشکارانی که با بیرق افغانستان در میادین بین المللی حاضر میشن قابل احترام هستند. گفتی هموطنان عزیز، با کدام یک از این هموطنان عزیز خودت علاقمند هستی مبارزه کنی؟ نه خیر، نه، من البته یعنی با کی بیشتر علاقمند هستی که مسابقه بدی فایت کنی؟ بسیار خوب، سوال بسیار عالی داشت که من میخوام در پایانیز سخن بگویم. البته من هدف کلی ما ای است که ما بتونم به هموطنان عزیز خود لبخند و افتخار بیافرینم. نه من فکر در قسمت قبلی گفتی که در سوال قبلی گفتی با یکی از هموطنان عزیز خوب مبارزه میکنم، کدامش است؟ خب بسیار خوب. البته خطا فعلا که دوستا گفتند و سازمان هم به ما اشاره رساندن
با برادر عزیزم عمران تر خیلی هستم. ولی اگر قرار باشه خودت انتخاب کنی؟ خب من انتخاب دو از بحث شب نبرد نخیر هیچ کسی انتخاب نمیکنم. خب دقیقاً هیچ کسی رو دعوت نمیکنی به فایت؟ نخیر نه. چطور بود سطح کیفی مسابقات فصل پنجم؟ دقیقاً من دیدم برای اولین بار سر کمربند قهرمانی هم مسابقه داده شد. بله ما دیده بودم مسابقات، ما البته در تمرینات دبی بودم و مسابقات لایف دیدم. واقعا ایتو احساس میکردم که چرا این بار من نیستم دیگه. بسیار ما احساس خوشی میکردم که واقعا همچو سطح و همچو سطح این فایترهای ما رسیدند و همچو مسابقات را برگزار میشه که برای اذهان عموم مردم و تشویق جوانای عزیز که گام مثبت و مؤثر است ای برگزار میشه. واقعا من بسیار احساس خوشی داشتم و متاسفانه که من احساس میکنم که چرا من نیستم دیگه. خیر این بار انشاءالله این بار شما رو ببینیم. بله رسیدن به سطح قهرمانی و جایی که شما هستید به هر صورت مشکلات و زحماتی را داره. چقدر تلاش کردید تا به این سطح رسیدی و چقدر مشکلات را پشت سر گذاشتید؟ آها بسیار سوال عالی. و البته من پیش خود که بعضی وقت میشینم و با خود سخن میگم، میگم اگر راه و اهداف قهرمانی اگر یک یعنی بالاتر از یک بار می بود، اگر دو بار می بود من شاید یک قهرمان را نمیدیدم. به خاطر یک خوبی است که یک بار است، یعنی چیزی که بدبختی و چیزی که مشکلات است یک دفعه پشت سر میگذرانی دیگه. ای به اون خاطر خوبی است. اگر دو بار می بود گفتم احیانا من یک قهرمان در روی زمین نمیدیدم. البته این از طرز دیدگاه خودم است. البته دیگه واقعا بسیار سختی ها و مشکلات خود می داشته باشه، اما با آن همه مشکلات باید دست و پنجه نرم کرد و با ما اهدافی که دارن با اون پلان کرد باید رسید. شب نبرد چقدر موفق بوده؟ خب دقیقا بسیار هم عالی بودم. قبلا هم اشاره کردم که برای اذهان عموم مردم واقعا بسیار گسترده و وسیع نفوذ کرده. ما هم در هندوستان که برای تمرینات رفتم و دبی که برای تمرینات رفتم فقط حرف از شب نبرد میزنن. یعنی بسیار برای احساس خوشی میدن. من فکر میکنم در کشورهای همسایه نداریم چنین مسابقاتی را. حتی در هند که مسابقات در حال برگزاری هست، هم از لحاظ نشراتی و هم از لحاظ برگزاری مسابقات چنین کیفیتی را ندارند. دقیقاً حق بجانب است. ما میبینیم امراسه با او کوالیتی، با او مدیریتی که برگزار میشه دقیقاً دیگه متاسفانه همین آسیای منت به حساب واضح بگویم ندارن دیگه. بسیار واقعا هم رشد کردن. ما گفتم هر جایی که میره فقط شب نبرد یاد میشه و مسابقات دور چهارم پنجم برگزار شد. هموطنان عزیز همواره برای مسیج و زنگ میزنن که چرا این بار نیست این بار نیست، اما وعده دادم که دور ششم خواهم بود انشاءالله. سوال آخر، اگر فایت نمی کردی و در رشته های رزمی حضور نمی داشتی، علاقمند شرکت در کدام رشته ورزشی می بودی؟ کدام رشته ورزشی را امتحان کنی؟ البته خب من پیش خود قبل از قبل پلان کرده بودم که ما بعد از این گام کدام گام خواهم ماند و بعد از او کدام گام. نه اگر فایت نمی کردی کدام رشته ورزشی؟ کدام فایت نمی کردم؟ نه اگر مثلا فوتبال، بسکتبال، کرکت، کدام رشته ورزشی دیگه؟ خب البته من در آبازی علاقه زیافت دارم. بله بعضی وقتا میبینیم شما رو در حوض. شما سلامت باشید آقای حسین بخش سفری عزیز، خیلی لطف کردید که اینجا آمدید، لذت بردیم از صحبت با شما. اگر صحبت دیگری هست؟ تشکر، سلامت باشیم. من هم فقط یک پیام به تمام هموطنان عزیز دارم که اخوت و برادر خود میانه خود حفظ بکنه. انشاءالله این اتفاق رخ خواهد داد. تشکر از اینکه آمدید. بیننده های عزیز، در قسمت بعدی آقای محمد موسی زمانی و آقای محمد موسی افغان و همچنین زکریا زمانی با ما خواهند بود، صحبت خواهیم کرد در رابطه با رشته ورزشی بوکس. خوش آمدید بینندگان عزیز شبکه های جهانی طلوع و المر. شما بیننده برنامه آن سوی شب نبرد اتک هستید، برنامه ای که از طرف انرژی اتک تقدیم شما میشه. در قسمت دوم برنامه هستیم. آقای محمد موسی زمانی از اساتید رشته ورزشی MMA یا مبارزات آزاد با ما هستن و همچنین زکریا زمانی بوکسری که در اروپا هست، 37 مسابقه آماتور در رشته بوکس انجام داده و 36 برد هم در این رشته ورزشی داشته. هر دو عزیز بسیار خوش آمدید. صحبت را با آقای زمانی بزرگ شروع کنیم. هر دو برادر هستند و مطمئنن زکریا زمانی هم که حالا در رشته ورزشی بوکس فعالیت میکنه الگویش آقای محمد موسی زمانی یا محمد موسی افغان بوده که حتما در رابطه با این دو تخلص هم صحبت میکنیم که چرا دو تخلص. آقای زمانی عزیز صحبت کنید در رابطه با MMA، در رابطه با فعالیت هایی که دارید حال حاضر و چه صورت هست فعالیت ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیندگان تلویزیون طلوع، بخصوص برنامه امسای شب نبرد. خوش آمدید.
محمد موسا زمانی هستم، ترنر سبک ممی پدرس اونوار شهر ازمی. بسیار خوش آمدید، خالیتون هست و در رابطه با شاگرد ها صحبت کنید. از این بدخشی هم شاگرد شما هست؟ بله، فعالیت هایی که ما داریم در بخش ورزش شهر ازمی بخصوص ممی واقعا در این وقتای آخر در افغانستان بسیار ممی رشد کرده، ما تانیستیم جوان های خوب، قهرمان های خوب و جامعه تقدیم کنیم، مثل عبدالعظیم بدخشی، عبدالبصیر افغان که در برنامه شب نبرد دور چهارم مسابقه داشت و نصرت الله شریفی، همونطور دیگه قهرمان ها که فعلا همراه ما تمرین میکنن و انشاءالله آینده خوب دارن. چقدر تغییر آمده در MMA و در سطح کیفی برگزاری مسابقات در افغانستان و ورزشکارانی که در این رشته ورزشی فعالیت میکنند؟ واقعا اولین ابتکاره که سازمان سفیلسی با همکاری تلویزیون طلوع در افغانستان که مسابقه شب نبرده به طور لایو از طریق تلویزیون طلوع نشر کرد، در رشد MMA و تشویق و حمایت جوانان و ورزشکار بسیار رول مهم داشت که فعلا در هر جای حتی بچه های خوردم پرسان کنیم میگن چه وقت شاگردهای در شب نبرد مسابقه داره. واقعا بسیار تاثیرگذار بود برای رشته رزمی MMA. بسیار خوب، زکریا زمانی برادر شما، بسیار زیاد خوش آمدید. شما در رشته ورزشی بوکس فعالیت میکنید در اروپا، در رابطه با مسابقاتی که انجام دادید صحبت کنید و آخرین مسابقه ای که داشتید از این 37 دیدار. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد زکریا زمانی هستم، یک تن از ورزشکاران رشته بوکس در افغانستان. سلام عرض ادب خدمت شما میدارم و تمام بیننده های تلویزیون طلوع برنامه آن سوی شب نبرد. ما تقریبا 37 مسابقه بوکس در رشته بوکس آماتور کردیم که از اون تعداد 36 مسابقه تانستیم که برنده شوم و دو بار در قهرمانی کشور دنمارک در وجود زندگی میکنم اشتراک کردیم و دو بار هم در قهرمانی نوردیس میسترز کپ که شمال اروپا میباشه اشتراک کردیم. بسیار خوب، چقدر علاقه من داره رشته های رزمی بین افغان هایی که مقیم اروپا هستند؟ افغان هایی که فعلا در اروپا مثل که ما خودم هم جدیدن رفتیم تقریبا 3 سال 4 سال میشه، تمامشان بلکه 50% یا 60% ورزشکارهایی بود که آدمی افغانستان رفتن اونجا که در رشته مختلف پالوانی، باکس، MMA اموجا ورزش های خود ادامه دادن و هر کدامشون فعلا قهرمانی های خود اوجام گرفتن. شما تقریبا جواب دادید، چقدر تانستن موفق باشن این ورزشکارانی که از افغانستان رفتن یا مقیم اروپا بودند؟ والله زیادترش زیاد پیشرفت کرده، مثل امیرشای بیاد که در میجا مسابقه میکرد و بسیار مدت کم میشه که رفته و حال بسط بسیار بالا مسابقه میکنه که در ویلاب امومه یک در بزرگترین سازمان ها است که در کشور جرمنی میباشه، در اوجا وزیاد داره. دیگه سوهیل است، ورزشکار بوکسر پروفیشنال افغانستان که در کشور لندن میباشه و دیگه هست زیاد داشته. بسیار خوب، دعوت نمی کنید که بیاین MMA کار کنند؟ خب یک چیز یادآور شوم، قبل از اینکه برادر محمد زکریا زمانی رشته ورزشی بوکس را پیش ببره، قبل از او تحت نظر بنده MMA را تمرین میکرد که تقریبا 12 مسابقه MMA کرده که 9 تا آماتور کرده و 3 تا پروفشنال و کمربند پروفشنال هم فعلا در اختیار داره که در سال 2014 تانیز در رنگ اول کمربند از آن خود کنه و بعد از او نظر به مشوق علاقه خودش که به بوکس داشت گفت تو شهر رشته میره پیش بر من میرم در بوکس میرم. رشته رزمی چقدر مشکل هست؟ چقدر مشکل تر هست نسبت به سایر رشته های ورزشی؟ خب رشته های رزمی اکثرش زحمات و تکلیف های خود داره تا که به مو هدفی که داری برسی به مو هدف حتما هزار نگاه زحمات باید متقبل شوی نسبت به دیگر رشته مثل فوتبال و کرکت و این رشته که داره رزمی زحمات زیاد کار دنیای دیگه هست رشته های رزمی و فکر میکنم خیلی هم راحت نیست آبدن بسیار تکلیف ها و زحمت ها رو برای آوردن به اشتهای رزمی صد. خیلی هم باید متوجه خودتان باشین. شکر خدا خودت متوجه بودی، هیچ کسی نموندی که حتی یک بار هم شما رو یک بار باختی که داشتی چی وقت بوده؟ تقریبا شاید شما پیدن آزم بسیار خب بسیار خوب. در مسابقات بعدی؟ مسابقات بعدی به خیر دیگه از آماتور خلاص شدیم، مال داخل مسابقات پروفشنال میخواییم شویم که با همراه قهرمان ما عبدالعظیم بدخشی به خیر یک سفر داریم به هندوستان که او به سازمان سفل به خیر فایت میکنه. خب شما هم فایت میکنه؟ نه خیر، نیم اوجا یک سازمان یک لیگ دیگه جور شده به نام SBL سوپر باکسینگ لیگ، مثل همی سوپر فایت لیگ. ما هم میخواییم که همراه تو یک قرار داد جور کنیم.
انشاءالله موفق باشید. چند سال هستید؟ 21 ساله و هنوز خیلی خیلی. تا چند سالگی میتونن در رشته رزمی فعالیت کنن ورزشکاران؟ در رشته ورزی خب تا 40 سالگی رو میتونی که فعالیت کنی. تقریبا 20 سال دیگه وقت داری. خوبتر و بهتر که ورزشکارا درخشش نشان میدن تا میسن 30 سالگی و 35 سالگی بهتر و خوبتر درخشش نشان میدن. برادرتان کجا میبینید؟ خب ما خواهد محمد ذکریا زمانی را بسیار تشویق میکنم، حمایت میکنم از هر نگاه که بخیر مثل که MMA به سطح جهان از افغانستان افتخار میاره و فعلا در بوکس بسیار کم داریم قهرمانایی که مثل MMA بدرخشند در جهان و بوکس هم خیلی رشته محبوبی هست. و میخوایم که انشاءالله در آینده نزدیک ذکریا بخیر قهرمان بوکس جهان شد انشاءالله. سوال آخر، چرا دو تخلص هم زمانی هم افغان؟ خب یک چیز جالب که ما در سال 2015 مسابقات اسپورت در کشور ایران در مرز که نگهبان ایرانی ما را تلاشی میکرد بسیار یک نزاکت خوب نکرد همراه ما. باز اموجا از راه رات رفتید؟ ما بودم همراه عبدالعظیم بدخشی یک شاگرد دیگان به نام بصیر. باز گفتیم از این بابا دیگه به زید ایرانی ها تخلص خود افغان میمونیم. شما سلامت باشید انشاءالله موفق باشید آقای محمد موسی افغان یا زمانی و ذکریا زمانی عزیز، بوکسری که انشاءالله آینده خوبی رو در پیش داشته باشه و بدرخشه در میدان بین المللی افتخار کسب کنه بر افغانستان. بسیار لطف کردید از اینکه آمدید و با شما گفتگوی جذابی رو داشتیم. با ما همچنان همراه باشید در قسمت پایانی برنامه آن سوی شب نبرد اتک با شما هستیم. به بخش پایانی برنامه خوش آمدید. شما بیننده آن سوی شب نبرد اتک هستید، برنامه‌ای که از طرف انرژی اتک تقدیم شما شده و میشه. انشاءالله لذت برده باشید. خبرهای دنیای هنرهای رزمی را با هم ببینیم. احمد یاسین سالک قادری قهرمان آماتور پرورش اندام دنیا موفق شد که مدال طلا و عنوان قهرمانی مسابقات حرفه‌ای گلوبال کلاسیک یکی از رویدادهای مهم حرفه‌ای پرورش اندام را از آن خود کنه. تبریک باشه برای یاسین قادری عزیز، از نامداران و از ورزشکاران محبوب ورزش کشور. و باید یادآوری کنیم که سال گذشته هم در مسابقات پرورش اندام آماتور جهان که در منگولیا برگزار شده بود یاسین قادری این چهره موفق شده بود که مقام قهرمانی را کسب کنه. خواجه نصیر صدیقی ورزشکار MMA افغان توانست که در مسابقات مرکزی و در سازمان FFC حریف پرقدرت روسی شهر شکست بده، قهرمانی کسب کرد. در مبارزه مرکزی موفق شد که به پیروزی برسه. تبریک باشه برای آقای نصیر صدیقی این پیروزی و این قهرمانی و کمربندی که کسب کرد. بایجت حق‌پرست برادر نصرت حق‌پرست توانست که در اولین رقابت حرفه‌ایش در MMA حریف خودش را شکست بده. تبریک باشه برای برادران حق‌پرست. و حالا در این بخش تکنیک های MMA آماده هست، با هم ببینیم، تماشا کنیم و لذت ببریم. سلام بیننده های تلویزیون طلوع المر، بخصوص برنامه آن سوی شب نبرد. من محمد یوسف مومند هستم. میخوایم باز حرکات بخش مویتایه که این بار میخواستم به حرکت لگت که در دیگر اشتا به نام مدل کیک میگه و در مویتای به نام تیچانگ میگشه این رو میخواستیم آموزش بدیم. ببینیم که این حرکت همراه بلال جان به کدام شکل کار میکنیم. در حالت گارد وقتی باز قرار میگیریم مهم گارد است. باید استاد شدن ما بسیار مهم است. به کدام شکل باید ما استاده بشیم. وقتی که استاده میشیم همون حرکتی که پیشتر براتون مهم است حرکت پا است. پا باید کوریای پا زمین بلند باشه، زانو کمک باید قاد باشه، در حالت گارد هستیم به میارد. میخوایم حرکت خود انجام بدیم. حرکت وقتی که ما میخوایم انجام بدیم حرکت اگر ما امی لگت را که میخوایم کار بکنیم اگر در پایان کار میکنیم هم چرخش پای در اوجه مهم است. اگر سر پت کار میکنیم که لوکیک میگنش هم مهم است. اگر بالا به صورت و زیر بغل کار میکنیم چرخش پای مهم است. در اینجا وقتی که ما میخواییم لگت بزنیم پای که به زمین است روی ازی باید بچرخه، به خاطر بچرخه که ما در اینجا سر مفصل و سر عضله پت زانوی ما باید فشار نبه. ورزشکارا رو شما دیده باشین اکثرا از نایه زانو عیبی میباشه به خاطر از اینمی که یا متوجه از این موضوع و امی باریکی نمیباشه. دیگه میایم سر حرکت خود. دستای ما جمع است به میالت که دی ورزشکار استاد هستیم. حرکت ما است حرکت می خوایم که پوره شو به یالت میچرخیم. دسته که برای وقت لگت را که میزنیم اونمو دست باید پایان شه، دست دیگه به حالت دفاع قرار بگیره. جمع هستیم به یالت یک از این میالت یک پای خود میاریم مکمل قسمت دندای قبلیش میچسبانیم از این میالت یک
مثال روب کار میکنه به این حالت چرخش بدن است جمع هستیم چرخش پای بسیار مهم است پای ما نچرخه سر زانی ما فشار می آید این بود حرکت که امروز کار کردیم حرکت به نام تیچیانگ بود تا برنامه دیگه خدا یار و نگهدارتان و پایان برنامه امروز رسیدیم انشاءالله از داشته های برنامه امروز لذت برده باشید آن سوی شب نبرد اتک تقدیم شما شد در قسمت اول حسین بخش سفری داشتیم صحبت کردیم در ادامه برادران زمانی مهمان ما بودند و قسمت های مختلف و متنوع برنامه که تقدیم شما شد انشاءالله اگر تقدیر به ما اجازه داد در هفته بعد هم با شما هستیم و مقابل شما قرار میگیریم تا هفته بعد و آن سوی شب نبرد اتک که در خدمت شما قرار میگیریم وقت شما بخیر خدا نگهدار